وقتی وارد کردستان شدن هدف اصلیشون کار فرهنگی بود. بسیجی ها درک کرده بودن که حاجی بهشون خیلی علاقه داره و اونها هم به حاجی خیلی علاقه داشتن. حاجی ابراهیم هممت دارای یک بینش استراتژیک باید لقب داره. زندگی خودش رو فرمانده لشکر بود با سطح افراد زیر دستش یکی کرد. این مقدماتی روی باش استاده بودی و بچه ها به جنگی که اگر نه جنگی میان انانمون رو به دست میگیرن. آمریکا کلاً در منطقه خاورمیانه مثلثی تشکیل داده بود از ایران، دولت شاهنشاهی، از مصر و از اسرائیل. به قول امام اسرائیل غده سرطانی و قبلش هم غده سرطانی بود. مصر تأمین کننده و تحمیل کننده نیازهای مادی آمریکا به کشورهای مرتجع عربی و ایران تأمین کننده نیازهای نظامی و اقتصادی و سیاسی و حضور ابرقدرت جنایتکار آمریکا در منطقه خلیج فارس و کلاً خاورمیانه. شتاب سریع و پویای انقلاب اسلامی چنان امریکای جنایتکار را به وحشت انداخت که قدرت تفکر و خلاقیت و طراحی منسجم و منظم را از امریکا گرفت. این یکی از خصلت‌های ویژه و بزرگ انقلاب. امریکا که نمیتوانست این جریان را با این عظمتش تحمل بکنه به انواع دسیسات دست. من تا این دسیسه ها عمدتاً به غیر از حرکت اولش که به سازش کشیدن انقلاب رو به دنبال داشت و خط آمریکا در یک مجموعه کلی دو روند را پیگیری میکرد و پیگیرش بود. یکی کند کردن سیر و جهت انقلاب اسلامی و دوم
به سقوط کشاندن انقلاب اسلامی و در روند اول کند کردن انقلاب از شیوه های سازش و انحراف و در پایان جنگ تحمیلی خواست استفاده کنه، یکی یکی تجربه میکرد و در این سیر تجربیاتش مدام آمریکا از حرکت های سیاسی و اقتصادی و نظامی هم بی‌بهره نبود. یعنی به محض اینکه ابرقدرت جانخوار توسط مارهایی که از قبل در آستین خودش پرورش داده بود و تا کنون در تمام انقلابات دنیا به محض اینکه در یک کشور مستضعفی انقلابی رخ داده و حرکتی شده، آمریکا با عناصر از پیش ساخته شده حتی به فرم چریک تربیت شده آمریکایی دستش رو کرده و باعث سقوط اون حرکت و اون انقلاب شد. و از اونجا که انقلابی با عظمت‌تر و پویاتر و با محتواتر و بدون وابستگی نظیر انقلاب اسلامی ایران رخ نداده بود، پس در اینجا آمریکا مجبوره که این درس‌ها رو رو کنه. حرکت به سازش کشیدن انقلاب در کنارش توطئه های عناصر آمریکایی یک بگ مشهود بود و اون زمان را فراموش نمی‌کنم. ای بسی زیادی عزیز، به خاطر دارید که قطب‌زاده مزدور این مطلب را عنوان می‌کرد که ما به فانتوم نیازی نداریم و فانتوم ها را بفروشیم، و در کنارش غیر از مسئله سیستم نظامی و سورس کردنش مسائل سیاسی را به مسابقه بازی گرفتن این امت رزمنده و دور کردن امت از صحنه و جریاناتی که خط و سازش و یک روند آمریکایی را تحمیل میکرد به انقلاب، این را داشتن روشش میدم که به حول قوه الهی و حرکتی که دانشجویان خط امام دلانه کردن این توطئه شکست. دشمن ما منطقه بشر دارد از من و تو بس که چه ما رو چه زد دارد بحر وطن نوکر از نبی خود تو بگو چه سمر دارد. شخصی به نام شیخ عزالدین حسینی، سرکرده ضد انقلاب در کردستان، کمونیست و دموکرات را سازماندهی کرد که بر علیه جمهوری اسلامی قد علم کنند و کردستان را از جمهوری اسلامی جدا کنند. خب این کار را کردند، در درجه اول اومدن مهاباد را گرفتند. یکی از پادگان‌های ارتش که تیپ 464 ارومیه اونجا مستقر بود، پادگان محاصره کردن، تمام وسایل جنگی اون پادگان رو به غنیمت بردن. یکی پس از دیگری شهرهای کردستان رو گرفتن و پادگان‌ها رو تخلیه کردن. بوکان رو گرفتن، مهاباد رو گرفتن، سقز رو گرفتن، بادن رو گرفتن، تا حتی کار به جای رسید که نوار مرزی پاسگاه ها هم گرفتن، جانماندار رو شهید کردن، اسیر کردن، نوار مرزی هم مستقر شدن کومله و دموکرات. کار به جای رسید که دیگه برادرای ارتش به تنهایی نتونستن کاری انجام بدن و داریوش فروهر پس از یک حرکت کوچک نظامی که پایه گیر افتادن سیستم نظامی مملکت در کردستان زمینش آماده بشه، در کردستان حضور پیدا میکنه و به جای مذاکره با ملت مستضعف کردستان با عناصر ساواک با امریکایی الاصل
و عناصری که از قبل با رژیم در ارتباط بودن و شناخته شده بودن ارتباط برقرار می‌کنند. و لذا عناصری چون دموکرات و کومله و رزگاری در کردستان شروع به فعالیت و نطفه می‌بندند و اینها آماده میشن برای تحمیل یک جنگ کوهستانی در غرب و در کردستان و گیر دادن مقدار نیازی از سیستم نظامی مملکت. حرکتی که در کردستان شد نمونه دیگه ای از حرکت‌های دولت موقت. حتی کاری به جایی رسوندن که سپاه مجبور بشه از کردستان بیاد بیرون، که این کارم انجام شد، خیلی از سپاهی اومدن بیرون، فقط سپاه سنندج موند. توطئه‌ای که کردن این بود که حدود 60-70 نفر از بچه‌های اصفهان، شهدای مظلوم سپاهی، وارد منطقه شدند که به منطقه‌ای که نیاز بود اعزام بشن، با فرمانده‌های ارتش هماهنگ کردند که ستون که حرکت می‌کنه محافظتی چیزی انجام بشه. اینا هم خیانت کردن، هیچ همراهی به اینا ندادن، هر 70 نفر به کمین کومله و دموکرات افتادن و شهید شدن. کارو به جای رسوندن ناکسا که جنازه این افراد و حتی افرادی که مجروح و زنده بودن در آتش سوزوندن، همه 70 نفر رو سوزوندن. حاج احمد تعریف میکرد که بوی سوخته مو و گوشت بدن این بچه‌ها تو محوطه پخش بود تا چند روز بچه‌ها رو دچار مشکل می‌کرد. خداوند بزرگ لطف می‌کنه، حضرت امام هیئت دولت رو به اصطلاح اعلام میکنه که هیئت موقت، دولت موقت دیگه سر کار نیست و شورای انقلاب کار رو ادامه میده. شهید بزرگوار بهشتی در شورای انقلاب خیلی طرفدار بوده و طرفداری میکنه. توی همین دیردار شهید بزرگوار اون سید شیرازی روح شاد از اصفهان عازم کردستان میشه به عنوان فرمانده ارشد منطقه. طرحی هم شهید بروجردی به سپاه میده که طرح بسیار موفقی بود که خیلی هم کارساز شد. طرحشون هم این بود که سازمان پیشمرگان کرد رو بررسی کردن و به سپاه دادن، چون اون موقع میگفتن سپاهی آدم کشن، برسن میکشنتون، اعدامتون میکنن. وقتی رسیدن اونجا دیدن نه، چه اتفاقیات هم نیفتاده، خیلی هم خوب برخورد میکنن، کمک میکنن، آذوقه میدن، غذا میدن. به همین ترتیب مردم شدن با سپاه و درگیری ها به وجود اومد. در حالی که سپاه و ارتش اصلا کار نمی کرد، پیشمرگا خودشون عملیات می کردن و کومله رو در و داغون می کردن. حرکت بعدی در همدان، رادار همدان حساسه و می تونه تمام نیروهای راهی که وارد خاک ما می شن بگیره رادار و بده به مرکز و فانتوم های ما قادر باشن اونها رو بزنن. لذا این پیشبینی شده که قبل از حرکت یک کودتای درنوشه بشه و شد و شد و رادار از کار افتاد. و حتی این پیشبینی شده بود که برای تسریع سقوط انقلاب در حرکت نوژه جماران هم پیشبینی شده. یعنی که با حرکت نوژه همدان در حین آمادگی دولت و ارتش صدام، در حین آمادگی ارتش عراق، همزمان در نوژه کودتای بشه که هواپیما بلند بشه، جماران را بمبارون بکنه، دولت را ساقط بکنه، امام عزیز را در جماران از بین ببرن. و این حرکتی که شد به دنبالش عراق سر بزنه با ارتشش داخل کشور ما، یعنی دیگه رمقی برای مقابل ما نمونه، گروگان ها نجات پیدا کنن و انقلاب ایران نیز شکست. این حرکت به طور آماده شده بود که در نوژه به حول و قوه الهی پس از اینکه حرکت کودتای اینها و حرکت منافقگونه اینها در تهران و جماران شکست خورد، رادار را از کار انداخت. حرکت بعدی آمریکا به انحراف کشیدن انقلاب بود و این ساخته نبود از انسانی مگر بنی صدر. شاید در زمانی که بنی صدر روی کار اومد، اون زمان همه برادر به خاطر دارن که آرام آورد بنی صدر، یعنی در اون زمان احساس میکردن ملت، همون زمانی که عیناً زمان بازرگان بود، بنی صدر لایقه و میتونه این کارو بکنه. بنی صدر انتخاب شد، ولی روند حرکت بنی صدر و راهی که اون میپیمود و در کنارش حرکت منافقین که مدارکش موجوده که 24 ساعت بعد از ریاست جمهوری بنی صدر منافقین مستقیم ارتباط برقرار کردن و منافقین نامه نوشتن که ما هوات رو داریم، با ما تماس بگیر، از ما نظر بخواه
نشون دهنده این حرکته که بنیسر آلت دوم و سمبل دوم حرکت آمریکا در انقلاب اسلامی و حضور اون برای به انحراف کشیدن انقلاب که کمک کنه به سقوط انقلاب. این حرکت را آمریکا زمانی تجربه میکرد که در کنارش تحریم اقتصادی نیز ضربه میزد به اقتصاد مملکت. در کنارش عدم فروش اجناس توسط کشورهای خارجی ما را در یک تنگنا و مضیقه قرار میداد. در جلسه ای که در کرمانشاه برگزار شد و در اون جلسه بنی صدر هم حضور داشت و مسئولیت جلسه را به عهده داشت، بس پیرامون حضور جدی عراقی‌ها در کل مرز بود. در ابتدای جلسه شهید بروجردی مباحثی رو مطرح کرد و حضور گسترده دشمن رو تأکید کرد. بنی صدر این حضور رو نمیپذیرفت، میگفت اینها دلیلی بر تهاجم دشمن نمیشدند. اما همت چون بحث بعدی رو به عهده داشت، به طور دقیق وضعیت دشمن رو در هر جبهه‌ای مشخص کرد و حتی تعداد تانک‌ها و نفربرهای دشمن رو در منطقه دشت ذهاب که امکان دور زدن کل نیروهای ما در سر پل ذهاب وجود داشت و تمام نیروهای ما به محاصره می‌افتادن رو متذکر شد. ابراهیم احمد اونجا به خوبی یه بحث عملیات دشمن رو باز کرد و گفت دشمن از این ناحیه با توجه به امکاناتی که تجمع کرد داده در اون منطقه میتونه نیروهای ما رو محاصره کنه و حضور دشمن در یک چنین نقاطی نشون دهنده عملیات جدی او هست. البته ماها هم در قسمت‌های خودمون بحث‌های حضور دشمن رو و گزارش‌هایی که مکرر داده بودیم مطرح کردیم، اما به واقع این ابراهیم احمد بود که با دید استراتژیک خودش پیشبینی حمله قطعی دشمن رو در اون ایام کرد. بنده چون تو همون جبهه غرب بودم، یعنی دیدم که تقریباً دو هفته از بحث حاج ابراهیم احمد بود که عراقی‌ها اومدن و پاسگاه خانلیلی رو گرفتن و اون طراحی که همت میگفت در ذهن دشمن هست و میتونه از سمت سرپل ذهاب و منطقه زین القوس عملیات اصلی خودش رو شروع کنه به واقعیت میپیوست. ولما كان حكام ایران قد خلوا بهذه الاتفاقيه منذ بدايه عهدهم بتدخلهم السافر والمقصود في شؤون العراق الداخليه واسنادهم كما فعل الشاه من قبل وامدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من امريكا والصهيونيه ولامتناعهم عن اعاده الاراضي العراقيه التي اضطررنا الى تحريرها بالقوه فانني اعلن امامكم اننا نعتبر اتفاقيه 6 اذار لعام 1975 ملغاه من جانبنا كذلك. آمریکا احساس کرد دولت بنی صدر شد شده و لانه جاسوسون بلا سرش اومده، در پایان دولت موقت بازرگان و دست آمریکا رو شده و گروگان ها تحویل داده نمیشن. از قبل، از 6 ماه قبل عراق به طور کامل آماده که فیلم کنه که به ایران حمله کنه. هیچ کشوری به اندازه آمریکا خبر از سیستم نظامی ما نداشت. هیچ کشوری چون آمریکا خبر از این نداشت که ما چند لشکر داریم، چند تیپ داریم، کشش سیستم نظامی ما چیه، امکانات ما چیه، لوجستیک ما چیه و ما چقدر قادریم بجنگیم و کشش جنگ ما چیه، نیروی دریایی، زمینی، هوایی و هوایی، همه این نیروها چقدر قدرت داره مگر آمریکا. تمام اینها گفته شده بود و این بنا به گفته خود اسرای عراقی و خصوصا افسرانی که در قبل از حمله گوش کرده بودند به تحلیل‌های سیاسی دولت صدر. عراق آمادگی حمله داشت و غیر از عراق هیچ کس آمادگی این کار رو نداشت. ما رو در یک وضعیت بد اقتصادی قرار داده بودن تا آمریکا قادر به حمله باشه. در اون زمان اقتصاد ما ذخایر ارزش
کمتر از 2 میلیارد دلار در شروع جنگ، یعنی درصدی که برادر عزیز دولت خدمت امام رفته بودن گفته بودن این آمار فاجعه است. امام گفته بودن توکل کن. در شروع جنگ ما از نظر اقتصادی در بدترین وضع، از نظر نظامی که خدمت شما گفتیم، از نظر سیاسی توسط تبلیغات آمریکایی، صهیونیستی، کمونیستی و تمامی تبلیغات مسموم دنیا کنار زده شده و وجهی نداشت و بین ملت‌ها بر ضد انقلاب اسلامی و بر ضد اسلام و ایران تبلیغ شده، یعنی تمامی زمینه‌ها آماده شده بود برای یک حمله گسترده، پیش بینی‌ها شده بود، خطهای هوایی، خطوط هوایی، کالک، نقشه به منظر کافی در اختیار صدام قرار گرفته بود، مثل که روز اول قادر باشد این حمله اسرائیل به اعراب در جنگ‌هایی که داشت قادر باشید که یک روز قبل از حمله یا روز حمله همزمان تمامی فرودگاه ایران رو بمبارو بکنید. و این رو به خاطر دارید فرودگاه مهرآباد در شروع جنگ و روز اول جنگ اومد هواپیمای دشمن برای همچین حرکتی، یعنی آمادگی رو داشت دشمن در عرض 48 ساعت که نظام ایران رو به هم بزنه و باعث سقوط ایران بشه. و چه باعث شد که نتونست دشمن این کار رو بکنه؟ با توجه به اینکه دو لشکر رو در غرب سر کرد و حدوداً با بیش از 8 لشکر به طرف جنوب حرکت کرد، پس از توطئه بنی صدر که نگذاشت برادران کالاها را از گمرک خرمشهر خارج کنند و 21 میلیارد دلار کالای ما در جیب غارت رفت توسط الهی و نگذاشت قطعات فانتوم از پادگان حمید و انبارهای حمید تخلیه بشه و بسیار از قطعات فانتوم جیب دست دشمن افتاد. بعد از این حرکات تازه چرا عراق در 20 کیلومتری احواز موند؟ چرا عراق نتوانست کالا بنام رو تموم کنه؟ چرا عراق بی فکری کرد و از قسمت امامزاده عباس با یک گودان حرکت نکرد در قسمت پل دختر با جده خورم آباد رو ببنده و جنوب رو جدا کنه؟ و بسیار در این اگر که وقتی انسان نامه از یکی از عراقی ها گزارش می نویسد که به رده فرمانده بالاش میگه که ما رسیدیم به رودخانه کرخی، این اختر عراقی گزارش میکنه که من با جیپ شناسایی، با ماشین شناسایی از رودخونه کرخه عبور کردم، از پل کرخه و رفتم به سمت اندیمش و به جایی رسیدم که با چشم خودم پادگان نیروی هوایی رو دیدم و برگشتم. یعنی این افسر عراقی میگه که من پادگان نیروی هوایی رو دیدم. حالا تو پادگان نیروی هوایی چی بود؟ چقدر نیرو بود؟ هیچ کس. اندیمش کی بود؟ هیچ کس. بر میگرده این آینده سازی برای ما، این افسر عراقی گزارش می‌نویسه به رده بالاش که من رفتم شناسایی پادگان نیروی هوایی رو دیدم، ولی وقتی تحلیل میکنه به نظر میرسه که دشمن کمین گذاشته باشه و این یک نقشه باشه، یعنی به نظر میرسه که دشمن بخواد نیروهای عراقی برن به سمت شرق کرخه و از پشت پشتشون رو ببند و نابودشون و لذا نیروهای عراقی در غرب کرخه باقی میمونن و سبب فتح المبین میشه که اگر اومده بودن به سمت شرق کرخه یک عملیات مجزای ما میداشتیم با چقدر سختی و سقوط تسخور پایگاه نیروهای هوایی اندی میشه. در قسمت اهواز به راحتی نیروهای عراق از قسمت
جوفه عبور میکنن و میان به سمت اهواز و پادگان همین را به راحتی میگیرن، ولی 15 الی 20 کیلومتری اهواز میمونن. این جرأت قدم گذاشتن به داخل شهر ندارن. در قسمت آبادان را محاصره میکنن، نه با یک یا دو لشکر، با چند لشکر، در مجموع با 8 لشکر این کار را اداره میکنه. در مقابلش هیچ چیز نیست. روزهای اول جنگ هر کس یه تعداد از دوستاش رو بر میداشت، یه تعداد برنو یا اسلحه میگره وارد جنگ میشه، هر کس هم با خودش میجنگید، یه چند نفری داشت میجنگید، نه انسجام میمون، نه سپاه آمادگی داشت، نه ارتش، که هیچ آمادگی نداشت، هیچ کس آمادگی نداشت. چرا اعلام مون در اطراف آوردن؟ من این نیست مگر اینکه یه مقدار فلان روش کار کنید به نتیجه خواهید رسید که و جهنم اجرا شد و جهنم من نایدیهن سزدادا و من خلفهن سزدادا بخشاینا و فهملا یوسف. این رو به این میاد اعجاز الهی در این حرکت دیده میشه که چرا اعلام موند، چرا اعلام کار رو تموم نکرد. شما به این نتیجه خواهید رسید که خداوند دلش بر مظلومیت این شیعه پاک که در طول تاریخ اسلام مظلومیت کشیده خواهد و سوخته، و به این نتیجه خواهید رسید که خداوند دلش بر اون خونهای پاکی که در طول انقلاب ریخته شده بود سوخت و رحمت انعام کرد و جلوی دشمن رو سد کرد. به محض این که من این سر کنارم حرکت جبهه ها آغاز شد، نیروهای مردمی بسیج شدن. به خاطر دارید اول در عملیات های سامان نامه طریق القدس روی هم رفته از ایران 35 میلیون اول 1500 و 2000 بسیج شد و در عملیات فتح المبین 60,000 و در بیت المقدس 80,000 و همینطور روش کرد جبهه ها. به محض اینکه من این سر بر کنار رو اصلا شکست اون خط نجنگیدن، این خط سازش و لیبرالیسم، شکست اون خطی که اون اعمال میکرد توسط خودش و منافقین بر انقلاب اسلامی و بر جامعه، یعنی انحراف آمریکا شکست. ارتش سپاه آماده شدن، حملات یکی پس از دیگری، سامر و نعمه، طریق القدس، فتح المبین با اون عظمت، با اون شبت روحانی و معنوی، با اون ابهت عرفانی که اون عملیات بزرگ نشکر، اصلا اسمش رو عملیات نظامی نمیشه داشت. در تاریخ آینده اسم اون عملیات رو عملیات نظامی نباید داشت. به دو عقبه دشمن در عین خوش و در دو سلک زده شد و دشمن رو گیج و مفقود با تلفات بسیار سنگین و اصلاحی بسیار زیاد منهدم کرد و قسمت دستور و شوش آزاد شد. ولی بانی و باعث اصلی این عملیات به این بزرگی و با این وسعت کسی نبود جز حاج احمد متوسلیان که طرحی رو اجرا کردند که سقوط توپخونه ای بود که پشت لیگل زرد بود. این توپخونه 78 قبضه توپ آکبند داخل پلاستیک داخل گیری صدام آورده بود، آماده کرده بود که تو این عملیات ازش استفاده بکنه. شب عملیات گردانا وقتی طرف خط می‌رفتن من دیدم هر بسیجی یک پتو یا یک تیک موکت پشت گرد کمرش بستن. فردای اون روز من متوجه شدم که این طرح حاج احمد اجرا کرده که این رودخونه فصلی که شنزار هست و عراقی‌ها دو طرفش مستقرن، روی این شنا اگر راه برن عراقی‌ها متوجه میشن. اینه که این موکت‌ها و این پتوها رو پهن کردن، این دو گردان عظیم، گردان حمزه و گردان حبیب را که چیزی حدود 1200 نفر بودن ادغام با ارتش، از روی این موکتا عبور دادن
و توپخونه صدام رو به محاصره درآوردن و همه افرادش رو اسیر گرفتن. موقعی بود که پشت بیسیم حاج احمد دیگه رمز عملیات اعلام کرد و با موسن گفتن که دیگه یک گوله توپ هم حتی شلیک نمیشه. بلافاصله در اون زمان بحث بود حالا کجا عملیات بشه. بعضی ها نظر داشتن که عملیات قسمت اهواز بشه، بعضی ها نظر داشتن قسمت خرمشهر بشه. بحث به این نتیجه رسیدن سیستم نظامی مملکت که عملیات قسمت خونیشهر باشه و رفتیم در بیت المقدس. ما عملیات بیت المقدس که در فتح المؤمنین و بیت المقدس در مجموع 9000 کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی ایران آزاد شد. یعنی آماری که در این زمین داده میشه تازه کمترین آماره. و یه چیزی که عجیبه و تاریخیه و شاید در دنیا سابقه نداشته این که این عملیات کمتر از 100 روز فاصله بین فتح المؤمنین و بیت المقدس طول نکشید و این بی سابقه بوده در تاریخ دنیا. و چنان ابهت و چنان حیثیت و چنان عظمتی داشت سقوط خونیشهر که ابدا توسط تبلیغات ما تبلیغ نشد و ابدا مطلب برای ما جناب اینقدر تبلیغات و اثر این حرکت عظیم و بزرگ بود که در دنیا را تکانش رو ما دیدیم و در سوریه و لبنان مشاهده کرد. یعنی اینقدر که ما متوجه شدیم در سوریه و لبنان صحبت از سقوط خونیشهر اینقدر در تهران خودمون در اصفهان خودمون اینطور ندیدیم مردم شغزده باشیم از بس این عملیات است. مستشار روسی و آمریکایی در خونیشهر طرح دفاع از خونیشهر برای 20 سال ریخته بود. میادین مین و کانال‌های دور شهر و تمام پیشبینی‌های برای خونیشهر شد و سر رده خاکریز از دژ اول دژ دوم خاکریز مارین از کارلون تا جاده اصفهان اهواز و از جاده اصفهان اهواز تا شام که یک خاکریز ممتد شرقی غربی سبب این شده بود که دشمن خونیشهر را تفکر این که از دست بده درش نباشه و خود خونیشهر و دشمن فقط در اطراف کانال دور خونیشهر با 17 گردان پیاده حفاظت میشه غیر از گردان تانکش. بذار تصور سقوط هم دست نمیده و به جاست که خدمت شما بسیجی های پاک 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 این نکته گفته بشه که مرزها خسته شده بود و در مرحله سه بیت المقدس همونطور که قبلا در صحبت‌های قبلی هم خدمت همتون گفته شده همه نمیدونستن چه تصمیمی بگیر آیا داخل خونیشهر بشن آیا نشن. کیفیت ها اومده بود پایین، تلفات داده بودیم، آیا ما بریم داخل خونیشهر ضربه میخوریم ما موفق میشیم؟ دیگه قدرت تصمیم گیری نبود تا اینکه برادرای عزیزمون فرماندهان عزیزمون خدمت امام رسید، برادر محسن و برادر شیراز و به امام فرمودن خونیشهر این سختی ها رو دارد، ما هرچی پیش بینی میکنیم نیرومون کمه، اینجوره نمیتونیم حمله کنیم، این سیم خاردار اینجوره، ولی در اینها تصمیم هم نمیتونیم بگیریم، شما نظر بدید که چه کنیم، حمله بکنیم یا نکنیم. تمام این صحبت ها رو کردن و امام در جواب در مدرم نگفته بودن که تا توکلتون چقدر باشه که برادرها دیگه ننشسته بودن و حرکت کردن سر ایمانن جنوب و فرماندهان تیپ و لشکر در اون زمان خواسته شدند و گفتن امام گفتن توکلتون چقدر باشه که برادرها همه به گریه افتادن. مغزا خسته شده بود، مسئولین دیگه تدبیری نداشتن چه بکنن، ولی حضرت امام گفتن که توکل تا چقدر توکل داشته باشید. خب صیاد عزیز میگفت که ما با حاج احمد و کل مسئولینی که جمع بودن گفتیم که مرحله چهارم حتما باید انجام بشه. میگفت حاج احمد دست بلند کرد گفت که برادر صیاد نمیتونیم، نه نفر داریم نه امکانات داریم، امکان نداره مرحله چهارم انجام بشه. شهید بزرگوار میگه من با حاج احمد گفتم اگر این فرمان امام باشه چیکار میکنیم؟ میگفت وقتی گفتم فرمان امامه اسلحه‌شو برداشت راه افتاد. گفتم کجا میری؟ گفت میری خاکی به سرمون کنیم ببینیم چه باید بکنیم. وقتی خداوند این همت حاج احمد رو دید و این کمک حاج احمد رو دید که اینقدر از خودش رشادت و ایمان و اخلاص نشون داد، خدا هم کمکش کرد. طرحی رو ایشون باز اجرا کردن که به جای اینکه به طرف دژ مرکز برن، دژ مرزی عراق، سر عملیات کچ کنن طرف رود خیین و نهر خیین که اونجا رو اگر بگیرن تمام عراقی ها داخل خرمشهر به اسارت در میان. این طرح بحث میشه روش داخل قرارگاه، چیزی که صیاد عزیز می‌فرمودن، و طرح مورد قبول قرار میگیره. مرحله چهارم به جای اینکه به طرف دژ اصلی برن به طرف نهر خیان و نهر عرایز میدن.
تصمیم به این گرفته شد که بیت المقدس حمله بشه. با اون نیروی کم حمله شد و با اون حرکت معجزه آسا دیدیم که چقدر اسیر، هزار اسیر، حتی شب 18,000 اسیر. اون حرکت معجزه آسا خونش. ولی باز ما متوجه نبودیم که چه شد. همونطور که گفتم فقط خارج اینقدر تکون داده بود این مطلب. از حافظ اسد باش صحبت میکردی تحت تاثیر قرار گرفته بود. از سیستم نظامی سوریه، از خود لبنان، از خود شیعیان لبنان، از فلسطینی هایی که مؤمن به انقلاب اسلامی بودن و معتقد بودن نه در خط یاسر عرفات، همه اصلا بوق زده شده بود که ایران چه قدرتی داره. سر یک طرحی که اون مقطع مطرح کردن گفتن که هجمه به لبنان حتی برای این بودش که شهد پیروزی شما توی دنیا منتشر نشه، هجمه سنگینی رو آغاز کردن و تا خود بیروت پیشروی کردند. از ترس دولت‌های مرتجع منطقه و رشد انقلاب و صدور انقلاب اسرائیل را وادار کرد که به لبنان حمله کنه. به این تحلیل که کشورهای عربی ترسیدن قدرت آمریکا به نمایش گذاشته بشه که آمریکا قدرت داره، نظرها از جنگ ایران و عراق بره به طرف جنگ عرب و اسرائیل، نظر ایران هم همچنین صدام این وسط نجات بده کن. و سوم ریشه انقلاب اسلامی و اون موجی که در لبنان هستش به عنوان برداشت از امام و انقلاب اسلامی هم خشکیده بشه. یه بار دیگه احمد متوسلیان اینجا یه وصیتی با برای بچه‌هاش کرد، همه رو جمع کرد، گفتش که آی همه اونایی که توی کردستان با ما بودید خسته نباشید، همه اونایی که بیت المقدس هم با ما بودید و چنین پیروزی بزرگی رو آفریدید، باز هم خسته نباشید، اما این بار به مسافه اشغال اشقیا داریم میریم و از زمین و مسیری که امکان بازگشت اجسادتون هم ممکنه میسر نباشه. باور کنید که شاید کمتر حتی جنگ یه چنین مجموعه رو یک دستی قریب 1,000 نفر سپاهی بسیجی همه اونها رو سر سینه‌هاشون آرم‌های وعید دوله هم مستطعتون با عزمی آهنین توی هواپیمایی راهی لبنان شدیم. تو همون هواپیما دیدم یه زیارت عاشورا حاجی دست گرفته و شروع کرد داشت زیارت عاشورا رو میخوند و قطرات اشک از چشمش جاری بود. هنوز توی همین حال هوا بودم که هواپیما پاشو گذاشت توی فرودگاه شام. احمد باز اونجا اومد به استقبال بچه‌ها. یه صحبتی کرد اونجا، صحبت بسیار آتشینی تو خود هواپیما که برای بچه‌ها میریم زیارت خانم زینب و از اونجا به بعد آماده میشیم که بریم به مصاف و نبرد با اسرائیلی ها. چه زیارتی شد اون شب زینبیه؟ فکر نمی کنم خانم زینب دیگه اصلا تا به حال اینجوری زائر دیده باشه. نورایی سر دست بر بچه ها میخوند زینب زینبا زینب زینب زینبا زینب، سینه میزدن و توی این صحن خدا میدونه که اون شب تا صبح چقدرها بیهوش شدن توی حرم
و این پیکرهاشون از توی حرم ها بردن بیرون. گذشت و همچین که یکی دو هفته گرم شناسایی بودیم، خبر ناگوار اسارت احمد به گوش رسید. خدا میدونی که اسارت احمد کمر همه رو شکست، من جمله شاگرد با وفاش و جانشین صدیقش همت عزیز رو. علی رغم این سختی، همت یه طرف سعی داشت متقاعد کنه سوری ها رو که بیان پای کار برای یه ضربه شست زدن به اسرائیلی ها، که هی سوری ها امتناع میکردن، اما از اون طرف هی دنبال این بود که یه ضربه شستی بزنه که توی تاریخ بنویسن. والله اینا از خودم در نمیارم، همش میگو بچه ها یه ضربه شست اینجا باید بزنیم اگر میخوایم حتی برگردیم. بعد از اینکه گزارش این وضعیت رو، این تنگنا رو به حضرت امام رسوندن که یه شرایطی گیر کردیم که نه سوری ها میان پای کار کمک میکنن و نه عقبه داریم، تصمیم بر این گرفته شد که این جبهه رو بیایم عقب. بر اساس هوشیاری و درایت و بصیرت بزرگ امام بود که زود دست گذاشتن روی مسئله که راه قدس از کربلا میگذره. ما از کربلا باید بریم طرف قدس. سریع از لبنان اون نیروهایی که بودن گذاشتیم برای تبلیغات، که برده بودیم برای تبلیغات و نیروهای عمل کننده آوردیم و وارد عملیات رمضان شد. اگرچه که مجموعه و نیروهای آموزشیمون موندن، اما همت و برای بچه‌هاش اومدن برای وارد شدن به نبرد سرنوشت‌ساز عملیات رمضان. اما برای بچه‌هایی که اونجا موندن و شروع کردند لبنانی‌ها را آموزش دادن، نتیجه شد حزب الله لبنانی که در پایان هزاره دوم چنان ضربه شستی به اسرائیلی‌ها زدن که دیدید اسرائیلی ها که تا حالا سابقه نداره یک متر جا رو عقب نشینی بکنن، عقب نشینی کنن. حمدا لله أتى الظفر حمدا لله أبطالك يا وطن انتصروهم حزب الله حمدا لله أتى الظفر حمدا لله أبطالك يا وطن انتصروهم حزب الله سلمت أيديهم فرسانا بالمهجة تحمي الأوطان سلمت أيديهم فرسانا بالمهجة تحمي الأوطان وليسلم رشاش يأبى أن يعشق إلا الميدان حمدا لله أتى الظفر حمدا لله أبطالك يا وطن انتصروهم حزب الله دحروا الأعداء وأجلوهم دحروا الأعداء طردوهم والخزي عليهم طردوا الأعداء دحروا الأعداء وأجلوهم دحروا الأعداء طردوهم والخزي عليهم طردوا الأعداء بلکه یک دفعه دوباره آماده شدیم عملیات رمضان که برعکس تبلیغات سوی که شد عملیات رمضان برای ما ضربه بود نخیر عملیات رمضان بسیار موفق ضرباتی که در عملیات رمضان و در جبهه رمضان ما به دشمن می‌زدیم در طول جنگ مساوی بود. بعد یک شب تابستون شاید دیگه تبلیغات لوس شده بود. یعنی رادیو تلویزیون وقتی می‌گفتن فکر می‌کردن این آمار تو. ولی خود ما حضور داشتیم اونجا. در یک شب تابستون حداقل آماری که گرفتیم بالای 370 تانک عراقی منهدم شد. و با آبیزی زده شد توسط همین بسیجی‌های پاک توسط خودتون. انهدام قیامت بود از دشمن. بسیار از نیروهای دشمن از بین رفت. اون نتیجه اصلی که می‌خواستیم از رمضان بگیریم نگرفتیم. ولی کنفرانس در عراق به هم زد. جریان توطئه آمریکا که از حال ما رو ببره به طرف جنگ اسرائیل، اون رو هم به هم زد. یک حرکت بزرگ و عمیق بود.
همت در عملیات رمضان یه چیزی رو احساس کرد و اینکه باید دید استراتژیک داشت. وقتی براش این حاصل شد که در عمق خاک دشمن بعد از اینکه 370 تانک دشمن زده شده بود و ما میرفتیم که بسته رو تصرف کنیم، یک اتفاق عجیبی اونجا رخ داد. اتفاقم به دلیل نواقصی بود که وجود داشت. بین لشکر ما، یعنی لشکر محمد رسول الله و لشکر جناح جنوبی ما، یکی از مناطق دشمن که یک سد دفاعی بود، بهش میگفتیم سد دفاعی مثلثی، که از طریق این سدهای دفاعی پوشش‌های آتش و مانور توسط نیروهای دشمن به وجود میومد. یه دونه از این مناطق بین ما و لشکر جنوبی مونده بود و این تصرف نشده بود. همت اینجا یک عبرتی گرفت که بعدها به عنوان یک جریان اصلی برای سپاهی‌ها باقی موند. بعد شرکت مسلمین نقیب در غرب راهگشایی بود برای قصد. هنو 30 کیلومتر در غرب ما در جبهه مندری راه داریم، هر زمانی خواستیم سرازی میشیم به طرف بغداد، کما که در مرحله دوم مسلمین نقیب سرازی شدیم و تا مندری رفتیم برگشت. ابراهیم احمد برخلاف خیلی ها به خوبی جبهه رو به سه دسته تقسیم کرده. جبهه جنوبی، جبهه نظامی اقتصادی، جبهه میانی رو او جبهه سیاسی نظامی میدونست و جبهه شمال غرب رو جبهه نظامی اجتماعی میدونست و میگفت ما باید در منطقه غرب اون تفکر و دید استراتژیک خودش رو ارائه میکرد. دو تا بینش و دیدگاه استراتژیک در اون موقع وجود داشت. یک، هر چقدر در جنوب پیش بریم دشمن، یعنی صدام و ارتجاع منطقه و ارتجاع جهانی تن به سازش میداد. خوب گوش کنید، سازش. اما احمد میگفت هر چقدر در غرب پیشرفت کنیم دشمن تسلیم میشود، نه فقط سازش میکنه. این دوتا با هم فرق داشت، اما به هر حال احمد دیدگاه خودش رو مطرح کرد و هرگاه زمان لازم به وجود میومد به غرب میرفت. حرکت بعد حرکت محرم بود و یک جبهه گسترده ای رو در محرم برای ما باز کرد. یک جبهه گسترده ای که از مهران شروع می شد به دهلوران و قسمت دهلوران در ارتفاعات جبل حمرنگ و عملیات در این جبهه. عملیاتی که سبب شد راهگشایی باشد به عرض 50 کیلومتر برای حضور در خاک را و رسیدن بدش و در این جبهه محرم موفقیت زیاد. یا امیرالمؤمنین ماشاءالله. نه بالا زد ما پس از عملیات محرم و اعجازی که در وجود برادر دیدیم، ما اون حرکت عظیم و بزرگ به این فکر افتادیم، به یک بارس و بعد از طور شد. ای برادر عزیز، خوب دقت کن، ما از روز اول شرط مومن هرگز خلل درش ایجاد نمیشه. این شرایط رو برای عراق گذاشتیم. ای صدام، ما محاکمه تو رو میخواییم، محاکمه اون کسی که تجاوز کرده. دو، از تو غرامت میخوای، غرامتی که تو حمله کردی به خاک جمهوری اسلامی و زن و بچه مردم رو به شهانت کردی و خسارات مالی و جانی به ما زدی و به اسلام لطمه وارد کردی. ما از تو غرامت میخوایم. و تازه اگر به ما غرامت بده عراق، خوب دقت بشه روی این مطلب، بایستی برآورده غرامت ما رو بده، یعنی 150 میلیارد دلار. آمریکا چه فکر می‌کنه؟ اگر عراق 150 میلیارد دلار به ما غرامت بپردازه، ما با این پول قادریم که همین روزانه 2 میلیون بشکه نفتمون هم جلویش ببندیم و بازار اقتصاد دنیا رو لکه‌دار کنیم و بش و 150 میلیارد دلار قادم که بهترین تجهیزات را از هر کجا دوست داشتیم بخریم و خودمون رو قوی کنیم و قدرتمند بشیم. یک، پس این
برای آمریکا سود نداره. 150 میلیارد دلار آمریکایی که تا حالا سعی کرده که بشکونه کمن اقتصاد ما به هر نحوی شده. قضیه بدهیاش نداده، بدهیاش فرانسه نداده، ترکیه بدهیاش به ایران نپرداخته. به هر نحوی که هست میلیاردها دلار که بدهکار بودن نپرداختن به علت اینکه به حیثیت اقتصاد ما لطمه وارد بشه و ما ضربه بخوره. پس این کار رو آمریکا نمی‌کنه و اجازهش هم نمی‌ده. پس یکی از شرایط سوال ما. دو، متجاوز شناخته و محاکمه بشه. خب اینا شما روش فکر کنید. آمریکا اومده یه سمبولی درست کرده به نام صدام در منطقه خاورمیانه. تمامی دولت‌ها بهش کمک کرده. و همیشه این تکرار شده که جنگ ما الان جنگ ایران و عراق نیست، جنگ ایران و آمریکاست، جنگ ایران و جهانه، نه جنگ ایران و عراق. در عراق آمریکا حضور داره. با چی؟ با آبادسش در عربستان، هدایت کلیش در مجموع و حضور هلیکوپترها و مشاوراتی که شروع شده و از قبل مخفیانه بود، به طوری که حمادی بگید ما از روابطمون با آمریکا افتخار میکنیم از اون میخواد عراق. فرانسه حضور داره در عراق با موشک اگزستش با 40 کیلومتر برد که قادره با هلیکوپتری که در اختیارش گذاشتیم با 9 فرمان هلیکوپتر بلند بشه و از بندر فاب کشتی های ما رو تو خارج تهدید کنه و بزنه، چه تجاری خارجی چه کشتی خودی. فرانسه با میراژ هاش که به کمتر کشوری و با شرایط خاص میفروشه در عراق حضور داره. پس تست داشت. شوروی در عراق حضور داره با موشک های اسکادویش که به هیچ کشوری نداده با 280 کیلومتر بود، با مدل ترین نمونه زرهیش که اسوه نظام و سیستم سازمان رزمی ارتش روسیه شوروی هستش، یعنی زرهیش، یعنی تانک T-72ش، مدل ترین تانکش و بعد T-76 اوتوماتیکش، با همه اینها در عراق حضور داره. شوروی با مدل ترین جنگ افزارهاش، هلیکوپترهاش، میگهای 25ش که قادره در یک لحظه هم از زمین عکس بگیره و همون بیننده زمین رو ببینه و شناسایی بکنه، به عراق تحمیل. پس شوروی، فرانسه و انگلیس همچنین، انگلیس هم با موشک‌های زمین به زمین و زمین به آغوش. آمریکا، انگلیس، فرانسه، شوروی. و در خاورمیانه از عربستان گرفته با کمک‌های مادی و تسلیحاتیش و پشتیبانی‌هاش که در هر ماه بیش از 1 میلیارد دلار به عراق پرداخت می‌شد. و بعد از عربستان مصر با کمک نیرو و تسلیحات و کمک‌های مادی، و بعد از مصر اردن با کمک‌های مادی تسلیحاتی و نیرو و مراکش و عمان و کویت و شهرنشینان دیگه مرتجع خاورمیانه، قطر، عمان، همه اینها با حضور فعال خودشون در عراق از صدام سمبول درست کردن. حالا آمریکا حاضر هم سمبولی از دست بده. یعنی آمریکا اگر امروز صدام را از دست بده، یعنی که خاورمیانه را از دست بده. این بجاست که بسیار این مطلب فکر بشه. اگر عراق صدام را از دست بده، عربستان خودش رو باخته، اردن باخته، مصر همه خودش رو باخته. یعنی هیتلر آمریکا، خونخوار آمریکا الان در عصر حاضر صدام شده در خاورمیانه. و به جاست که خوب دقت کنیم این مطلب. هر زمان ما حمله داشتیم سریعا ملک حسین والده، شاه حسین والده عراق شده و مذاکره با صدام کرد. همه اینها حضور دارن. پس آمریکا این نظر دوم را هم که محاکمه صدام باشه که بدون شک برکناری صدام و سقوط رژیم بعثه، این را هم قبول نخواهد کرد. قبول میکنه؟ قبول نخواهد کرد. پس آمریکا از ما این شرایط صلح را نمیپذیره. حتی بعد از اینکه آجی جون امضا هم کردیم که دیگه با اونها کاری نداریم و قبول کردیم، همه اینهایی که امروز دنبال
جلب اعتماد دو طرفه هستن، باز هم همونقدر که فهمیدن برای بچه های تو رغبتی به استمرار جنگ ندارن، اونها این احساس رو کردن، بازم شب رو به صبح نگذاشتن، گازشو گرفتن اومدن همون جایی که سرش صفر نقطه سر خط، یعنی اومدن از جنوب تا دو بهردان، از این طرف اومدن تا مهران و دهلوران گیلان قد و در بالا تا جایی که حاجی جون به خوابم نمیدیدی، یعنی گرفتن اسلام آباد، گرفتن تنگه چهار زبر تا 20 کیلومتری باختران، تا اینجا اومدن حاجی. این یعنی اینکه امروزه خیلی حرف داره دیگه، همین جواب نداره که آقا اون جایی که ایستاده بودیم نه جای خوبی بود و هم همه داستان سر قصه ما بوده است. ولی به قول امام عزیز جواب خونه ها چی میگه؟ بلفرض که 150 میلیارد دلار میگرفیم، جواب خونه یک نفر بسیجی های امام میشه؟ مگه اونا برای پول اومدن جنگیدن؟ مگه اونا برای قدرت اومدن جنگیدن؟ مگه اونا برای مقام اومدن جنگیدن؟ کسی پول بهشون تحمیل؟ کسی حاضر به خاطر پول جون بده؟ نه. پس جواب خونها را چی می؟ یعنی به ملت خواهیم گفت که ما پول گرفتیم بچه های شما را دادیم؟ همچی کار می تونیم بکنیم؟ نه. و اگر این بسیج عزیز بیاد در جبهه و یه زمانی احساس کنه که صلحی شده که اون به کربلا نرسیده، آیا این بسیج اگر عراقی که عرب خواهد رفت و دوباره خودش را سازماندهی خواهد کرد، در آینده ما قادر خواهیم بود این بسیج را دوباره بسیج کنیم؟ اون وقت چی بهش بگیم؟ دیگه اون وقت میتونیم بگیم از کربلا؟ میگه نه، شما چوپان دروگویی. یه بار به من گفتید کربلا من تا جبهه بردید، بچه هم از دست دادم، عزیزان هم از دست دادم، حالا دوباره برگشتم عقب، دوباره میگید بیا بریم، حالا بیا بریم کربلا. اینه چی کار میکنم؟ توی مقدماتی روی پاش ایستاده بود، میگه بچه ها به جنگی که اگر نجنگید میان عنانمون رو به دست میگیرن. قطعنامه که امضا شد، ما شدیم یه سری برای بچه هایی که قرار شد یو اینی ها و سازمان مللی ها رو ترخوش کنیم تو خط حائل این بر اون بر ببریم. خب توی نیروهای سازمان مللی انگلیسی بودن، فرانسوی بودن، بلژیکی بودن، همه هم با اونیفرم خودشون. آمریکایی‌ها هم یه سری آدم توی اینها داشتن. اما آمریکایی‌ها چجوری اومده بود؟ من تو همین هتل اوین وقتی که اینا رو نگاه کردم، در آسانسور که باز شد دیدم که آمریکاییه، قد 2.10 متر، لباسی که پوشیده لباس کابویه، جلیقه چرمی، فانوسخه چرمی، شلوار چرمی، کفش مهمیز بسته، کلاه وستر، گابچرونی گابچرونی. وقتی اومد یه دونه زد پشت من، گفتش هلو مای برادر. اونجا نبهست، اون میخواست بشکنه منو. باور کنید که اونجا تازه فهمیدم که حاجی چی میگفت. همون که میگفت برای بچه ها بجنگید، روی مواضع اصولی و استراتژیکتون و روی میثاق و عهدی که با امام بستید بجنگید، اونها حد یقف ندارن و برای محو و نابودی هممون این جنگ استمرار داره. اصبه حرکت نظامی ما این ملت، تمام بار انقلاب بردوش این ملته که همیشه امام عزیز به این مطلب اشاره داد، اونها را چه خواهیم کرد؟ رضا پس ای عزیزان، ما هیچ چاره‌ای نداریم غیر از جنگ. این حسور برای ما تمام درهاش بست است. با کوکو سازش و سوز حرام، با کفر بر سر میز مذاکره نشستن خصلت قاسطین و مارقین و ناکسینه، نه خصلت مؤمنین و متقین. و امروز صلح و سازش و سر میز مذاکره نشستن برای ما خالی ذلت افتضاح به دنبال داره و نسل آینده رو به لجن میکشه و اسلام رو از بین میبره. بلای خدا لطفش و رحمتش و آمرزش
شامل خود خودش باید باید و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم و سرمایه مانیم که همه چی بگیم و برای اینکه از همه چی بگیم بگذاریم باید شبانه و دل بود و وجوده بود و همه چی بگیم باید باشیم اینقدر قرار باشیم باید خدا خدا کلون از اون رایز باشیم قدم برمیدیم برای رضای خدا قدم برمیدیم برای رضای خدا حرف بزنیم برای رضای خدا شعار میدیم برای رضای خدا میجنگیم برای رضای خدا همه چی باید باید که اگر کسی داشت چه بخوشیم چه کشته بشیم اگر نمیشیم بشیم بیوزیم.